می میگیری من میارم میهمان داری میهمان ما چیست؟ شخصیت صاحب نظر پزشک سرشناس آقای دکتر کامران بروخی و از همه مهمتر یک ایران دوست دازنی و ذاتنش واقعا خیلی دوست داره و دیدم در تمام این سالها یکی از کارهاش شناسوندن میهن خودش به آمریکایی ها بوده. آقای بروخی درود بر شما، خیلی خوش آمدید. سلام، درود بر شما و بینندگان عزیز تلویزیون پارس. با عرض سلامت و سعادت برای همه شما عزیزان. امیدوارم که امسال دیگه سال خوبی و صلح و صفا باشه. امیدوارم. ولی آثار و نشانه ها که اینو نگید. آثار و نشانه ها متاسفانه واقعا بسیار بسیار اسف انگیز از این که همه چیز به هم خورده. درست. یعنی اون به قول استانداردها، اون روشی که همه دنیا داشتن به قدری داره به هم میخوره و اشکالاتی به وجود اومده که اصلا وجود نداشته. من به هر حال همیشه این انتخابات رو دنبال میکردم ولی هرگز یک چیزی مثل امسال ندیدم. انتخابات آمریکا؟ انتخابات آمریکا، بله. هم چیزی نبود. اول آمریکا که دو قطبی شده. یعنی یک قطب. بیشتر دو قطبی شده الان. متاسفانه. یکی ترامپ، یکی آقای ساندرز. نه، یکی اون که اون دوتا که هستن، ولی در این حال کروز هم همینطور یک آدمیه که در منطقه مذهبی و به طور کلی جز سبزاست دیگه، جز اون کسایی که به هیچ وجه حاضر به هیچ گونه کنار اومدن با آدمای خارجی و این چیزا نیستن. ولی مقدار زیادی عقایدی که اعلام کردن واقعا بسیار بسیار خطرناک و فوق العاده وحشتناک بود. شما نمیتونین بیاین شروع کنین که یک منطقه ای رو بخواین بگین که چون اینا مسلمان نشینن اینا رو حکومت نظامی کنین، پلیس همیشه بذارین اونجا، بعد بیرین دنبال از این بیاین اون یکی که میگه که اصلا مسلمان را ندین. بعد میبینیم که ساندرز اصلا به طور کلی روش و سیستمایی رو که داره به وجود میاره سیستم کاملا سوسیالیستیه که اصلا در امریکایی که کاپیتالیستی کامله اصلا امکان پذیر نیست. خیلی به مشکل اشکال پیدا کرده دیگه. نه، مسئله اینه که الان بی‌عدالتی هایی که داری میشه، این فساد هایی که وجود داره در این نظام، این درسته. ولی شما یادتون باشه، شما یادتون باشه که همیشه اگر کسی از میانه بره کنار حتما شکست میخوره. شما در یعنی خط میانه رو خط میانه شما ملاحظه بفرمایید، اگر ریگان واقعا یه مقداری تونست کارایی بکنه و به هر حال کاری که کرد خط میانه رو گرفته بود، نه خیلی شدید، نه چپ نه راست، نه چپ بود نه راست. اگر که کلینتون تونست که کاری بکنه که امریکا دیگه مطلقاً بدهی که نداره، هیچ چیز مقدار سورپلاس داشته باشه، و اگر واقعا ما وجدانن همه خود ما ایرانی هم در نظر بگیریم، هر چی پول ساختیم دوره کلینتون ساختیم. شما ملاحظه بفرمایید بعد از اون دوره بوش گرفتاری بسیار زیادی به خاطر جنگ عراق و خیلی مسائل دیگه بود. ولی چیزی که من واقعا میخواستم که خدمت شما عرض کردم، برخلاف ای که همگی ما فکر میکنیم که ممکنه ما تأثیر نداشته باشیم، در شرایط فعلی کسایی که امریکاییایی که در امریکا ایرانیایی که در امریکا زندگی میکنن و سیتیزنن و حق رأی دارن، باورتون نمیشه که بزرگترین عامل سوینگ ووت شدن. یعنی که با یک چند نفری این ور با چند نفری اون ور. شما ملاحظه فرمایید در دوره بوش و گور فقط با یک تعداد خیلی محدودی در فلوریدا شد. شما ملاحظه فرمایید تمام این چیزهایی که الان میبینین همش در حدود 50-49 ما با یه درصد رای میشه دگرگون کرد. حالا ما 1 میلیون نفریم. درسته دیگه؟ درست. بیشتر. من میگم 1 میلیون. یه منو شهروند صاحب رأی. بله. شما ملاحظه بفرمایید قدرت سیاسی جاهای کسای دیگر در نظر بگیرید. من خودم کلیمیم ولی واقعا نمیگم. 6 میلیون کلیمی که بیشتر نیست. درست. ولی شما فکر کنید که نفوذ سیاسی اینا به چه دلیله؟ اولا در تمام دوران که رأی داده شده تا حالا همیشه بیش از 70-72-78% به رای دادن، به دموکرات ها رای دادن. یعنی به طور کلی شما یادتون باشه با اینکه پول دارن، با اینکه میدونن تکس بیشتری بدن، با اینکه شما ملاحظه فرمین خیلی از این پول، مثلا جورج کلونی درست میگفت، میگفت آقا من یه دونه آدمی هم که به مراتب برای من دموکرات به ضرر هم میشه به خاطر تکس، ولی وقتی شما انسانیت رو در نظر بگیرید
وقتی مسائل دیگر رو در نظر بگیریم، ما نمیتونیم هر چیزی داریم در میاریم برای خودمون بمونه. شما الان ملاحظه بفرمایید مسئله این تب 18.2% خرج امریکا بابت تب میرفت. و شما یه چیز دیگری که جامعه ایرانی ما باید در نظر بگیرن، چون ما هیچ کدوم در اینجا نبودیم که کارمند یا کارگری جایی باشیم، پس در نتیجه معمولاً پولی ندادیم بابت سوشال سکیوریتی به جز اون یه دادی که از اول کردیم. در نتیجه مدیکر رو نمیتونستیم بگیریم، مجبور شدیم که اگرم خونه چیزی داشتیم به، البته نه اینکه ماهایی که کار میکردیم که معلوم بود، ولی اینو عرض میکنم، پولا رو خونه رو به اسم پسرمون به اسم کسی دیگه بکنیم که اونم مقدار زیادی ایجاد شد که بتونیم هم مدیکر بگیریم هم مدیکال بگیریم، که خودش البته یه خطرات زیادتری داره. الان ملاحظه بفرمایید اگر این مسائلی که کمک هایی که داره به جامعه ایرانی که در اینجا میشه، این همه افراد پیر، افراد که دارن، اگه یه روزی روزگاری بخواد بشه، از نظر منافع خود جامعه ایرانی رو من در نظر میگیرم، به اضافه این که ما منافع باید اینو حساب بکنیم. بعضی از اینا میگن اصلا ما چیکار داریم به خارج، بعضی از اینا میگن اصلا مسئله خارج واسه ما مهم نیست، بعضیاشون میگن که اصلا واسه چی ما با کمک کنیم به جای دیگری که اونا رو حفظ بکنیم. در صورتی که شما ملاحظه بفرمایید در تمام موارد اگر امریکایی نبوده واقعا صلح و صفایی در دنیا، اگر امریکا نبود آیا واقعا هیتلر از بین میرفت؟ اینه که من علتی که واقعا فکر کردم که اینو حتما خدمت عزیزان بگم، جامعه ایرانی خصوصا در استیتای دیگه، الان نیویورک یکی از حساس ترین مسائله و استدعا میکنم اگر که عزیزانی که دارن در جو میشنون اینو یادشون باشه که همیشه کسایی که به ما کمک کردن یادمون نره. من خاطرم میره که اولین انتخاباتی که هنوز بیل کلینتون اولین به حساب پول جمع کردنی که برای شاید جز اوایلش بود فاندریزینگش در همین المپیک کالکشن توسط فدراسیون انجام، یعنی گروهی از افراد فدراسیون، چون خودش چقدر جمع شد؟ فدراسیون در حدود 256 و در همین موجب شد که واقعا یک شناسایی بسیار خوبی از ایرانیا داشتن در تمام موارد. کلینتون چه عاشق ایران، هر موقعی که شما کاری داشتین با کلینتون اینا آماده بودن. خانم هیلری چندین بار به اینجا اومد با جامعه ایرانی صحبت کرد، هیچ یادم نمیره در یک روح شاد باشه شاد روان عزت دلیجانی که یک تئاتری داشتن وقتی اومدن، چقدر از ایرانیا و چقدر از اینکه ایرانیا این همه تأثیر گذاشتن در هم علم و صنعت و اقتصاد و همه چیزا تشکر کردن. اطمینان خاطر دارم که بهتر از بقیه واسه جامعه ایرانیه، بیشتر دوستان با ایرانیا، به ایرانیا حتما. بنابراین شما پیشاپیش تصمیم میزنید گرفتی؟ نه من همیشه بودم. جالبه، من اولین بار دیدم که اسرائیلیا با صراحت تمام اعلام کردن اکثریتشون که ما کلینتون رو میخوایم انتخاب بکنیم، او رو بر هر کاندیدای دیگری ترجیح میدن. 100% شما مراجعه بفرمایید. ولی همیشه شما میگفتید که یهودی‌ها تمام تخم مرغ رو یک سبد نمیچینن. نه نمیچینن، ولی اما این بار نیست که بخوام بچینن. نه الان خیلی خطرناک. الان شما رو بفرمایید اگر اینا شروع کردن بر علیه مسلمان ها، همیشه یادتون باشه گوسفند قربونی و شادی جامعه یهودی بوده. مطمئن باشین بعد سراغ یهودی ها خواهند اومد، مطمئن باشین سراغ بهایی ها خواهند اومد، مطمئن باشیم سراغ بقیه میان. شما ملاحظه بکنین اگر این اسپانیش ها نباشن، اگه کسایی که واقعا مکزیکی که دارن میان و کسایی که کار میکنن اینجا غرق در زباله بود، اصلا شما ملاحظه بکنین چه کاری ما میتونستیم انجام بدیم؟ نه اقتصاد اصلا اقتصاد امریکا اگر توسعه پیدا کرده، اگر شما ساختمون میسازین همشون مکزی، آخه چطوری ممکنه یه عده‌ای واقعا به خاطر فقط منافع شخصی خودشون بگن که هیچ کدوم از اینا نیان؟ و الان شما ملاحظه بفرمایید در سوپریم کورت که 4-4 هستن، امکان این خطر وجود داره که چون میدونی که الان دارن بر علیه اوباما صحبت میکنن، ولی اطمینان داشته باشین در پختگی و کسی که 25 سال 26 سال حداقل توی واشنگتن بوده و بیشتر یعنی هیلری. هیلری بوده، مطمئن باشین آدم پخته تریه. تو الان توی
کارزارش هم کمک میکنید؟ یعنی هستید تو اردوگاه؟ من همیشه تو من دوره همیشه اینا بودم. یک پرسش کرده بود به کسی رسانه های آلمانی، خیلی جالب بود، چون ترامپ دائما ادعا میکنه که از جنس رونالد ریگانه، یعنی همونه، همون آرزوها رو داره، میخواد آمریکا رو قوی و نیرومند بکنه. سوال کرده بود چند تا نخ موی ریگان تو تن ترامپ هست و بررسی کرد. نشو درسته، این هر دو از یکی از سینما بود، یکی از شو اومده. خانم ریگان یک زنی داشت به نام نانسی که آمریکایی ازش به عنوان کوین نانسی یاد میکردن، ازش به عنوان ملکه یاد میکرد. داره که ترامپ زنی داره که قایمش میکنه، مبادا اون به کارزار انتخاباتش نزدیک بشه گرفتار باشه. یکی از کارهای عمده ریگان تو زندگیش انجام داده اینه که دیوار عظیم رو فرو ریخت، یعنی دیوار برلین رو. در حالی که یه نفر پیدا شده میخواد دیوار تازه بکشه بین مرز آمریکا و مرز مکزیک. فوق‌العاده این بررسی و به اصطلاح بررسی تطبیقی راجع به ویژگی های دو خیلی جالب بود. حالا کلی داره، حالا بعداً بهتون میگم. من واقعا علاوه بر اینکه برای اقتصاد و یعنی شما لازم کنین که دوره برحال بیل کلینتون، شما صلح تقریبا بین باراک و عرفات انجام شده بود، متاسفانه با کمال تاسف به دلایلی اروپایی‌ها به خصوص فرانسوی‌ها، کشور فرانسه نذاشتن این امضا شه. شما ملاحظه کنین هر چی که الان فلسطینی‌ها میخوان اون موقع بهشون داده شده بود و واقعا الان هم هنوز که مرتب مثلا بیل کلینتون میره در کشور اسرائیل، میره مثلا در تولد 90 سالگی پرز رفته بود اونجا. بعد خیلی جالبه که خیلی هم آدم شوخیه، به پرز گفته بود که امیدوارم که همینطوری که من راجع به اینجا صحبت کردم لااقل موقعی که من مردم تو راجع به من صحبت بکنی، به پرز گفته بود. به هر حال ملاحظه کنید که بعد با ایرانیا، اولین شاید مهمترین کسی که تو زندگی چلسی بود یه پسر ایرانی بود، اول با یه پسر ایرانی بود با کی؟ آه چلسی، بله انصاری، علی، بله با علی بود، میخواد قرار با علی ازدواج بکنه. بعد از اون خب الان با یک یهودی ازدواج، بله یک جوان، یک بانکدار یهودی. ولی خیلی جالبه که این آدما برای غذای ایرانی عاشق غذای ایرانی هم. شما ملاحظه کنین هیلری چندین بار به خونه های ایرانی اینجا اومده، غذای ایرانی خورده، غذای ایرانی دوست داره، بله، برای نشر کتابش. عباس شیر بهمدی میگفت تو هواپیما بودیم با یه سفر خارجی با آقای بیل کلینتون، عکاس کاخ سفید، میگه یه کتاب راجع به ایران رو بردم بهش دادم، بعد ورق زد و میگفت تو اونا تو ما تو قسمت عقب هواپیما میشین، معمولا روزنامه نگارها رئیس جمهور اتاق مخصوص داره، میگه من صدا زد، رفتم و دارم داره کتاب رو ورق میزنه. گفت عباس امیدوارم یک روزی به هم بریم ایران، ایران رو من ببینم. من در یک جلسه ای که بود قرار بود 20 دقیقه ملاقات باشه، خب به خاطر همین مسائل واقعا برای ادامه بیش از 1 ساعت و 40 دقیقه نشست. و جالب اینه که زمانی که خانم هیلری وارد شد، قیافه شادروان عزت دلیجانی رو دید، فوری گفت آقای دلیجانی How is the theater؟ تئاتر چطوره؟ وضع چیز چطوره؟ وضع ایرانی ها چطوره؟ یعنی واقعا من هرگز وجدانی نمیتونم بگم. بذار راجعه توضیح بدیم راجعه تئاتر هموطنان ما در ایران. اینجا یک سینمای تاریخی وجود داره در منطقه داونتاون که آقای دلیجانی اون رو ابتدا خریدن، یعنی الان صاحبش ایرانی ها هستن. این به سالن سینما، این تالار سینما تاریخی. یک پرده داره، این پرده هم تاریخی، قیمت پرده 20 میلیون دلار به تنهایی قیمت پرده سینما، ولی نه قابل فروش، قابل فروش نیست و این فقط وقت دستم نمیشه بیزن، یعنی یک اثر، یک میراث حفاظت شده شناخته میشه، دستم به ترکیبش نمیشه زن. ایرانی ها پول دادن نگرش داشتن برای شهر. بیشتر فیلم هایی که ساخته میشه خیلیش در اون در اونجا ساخته میشه. الان خوشحالم که فکر میکنی که امسال مثلا چند درصد یهودی ها در انتخابات شرکت کنن؟ من فکر کنم البته یهودی های ایرانی متاسفانه همیشه یه چیزی بهتون نمیدونم چیه، به خاطر اینکه یه خاطری رو فکر میکنن که از دموکرات ها داشتن، خیلی علاقه خاطری مسلمن از بال آقای کارتر رو، که البته وجدانن حالا اگه خیلی
دقیقا میخوایم بشیم پد کارتر که نبودی کاره نبودی اصلا در اون موقع. خب اون خاطره بعدشون چیه؟ خاطره بعدشون همین انقلاب شما رزه کنید باز نظر خوشی نداره نسبت به وجدانن میگم من جامعه یهودی نسبت به کشور ایران بسیار حساسه. درست. نسبت به بقای کشور ایران بسیار حساسه. ما افتخار میکنیم که هنوز تنها گروهی هستیم که بیش از 25,000 نفرمون در داخل ایران مونده با بهترین روش زندگی دوستانه با مردم ایران. ما تنها کشوری هستیم که یک بیمارستان یهودی بین تمام کشورهای اسلامی اینا که بودن فقط در اونجا داشتیم. ما ایران تنها کشوری بوده که ما رو مثل بقیه سینه های زنها رو نبریده، اینقدر اذیت و آزار نکرده. در حدود 800-900,000 نفر که از کشورهای عربی رفتن، اینا هم به هر حال کسایی بودن که از اونجاها رفتن و بدون هیچ چیزی رفتن به اسرائیل و جای دیگه رفتن. اینه که جامعه یهودی نسبت به مسئله ایران مطمئن باشین، اطمینان خاطر باشین، هرگز نه اسرائیل نه جامعه یهودی نه هیچ یهودی اجازه نمیده که به کشور ایران کوچکترین صدمه‌ای زده بشه، بلکه نسل چهارم ایرانی در اسرائیل من دیدم عاشق زبون، عاشق شعر، عاشق آهنگا. تازه الان که خیلی بیشتر هم شده نسل جدید. جالبه نسل تازه اسرائیل اینا که الان 30 ساله جدن 50 ساله دور از ایران هم، ولی مسئله نسل تازه، نسل نو به فرهنگ ایران علاقمند شده، به موسیقی ایران و سعی میکنه که تمام ارزش‌های فرهنگی ما رو به دیگر اسرائیلی‌ها بشنوه. این به نظرم یه اتفاق خیلی مهم در یک ذلی از منطقه خاورمیانه خیلی مهمه. ریتا قسم می‌خورد میگفت در تمام مدت زندگیم هرگز بیش از این سیدی، بیش از این دیویدی که به زبان فارسی صحبت کردم اینقدر فروش نرفته. ریتا سوپر استار اسرائیل هم میانم که ایرانی هست. اصل شیرازیه نیست ریتا؟ نه تهرانیه. بله و 8 سالگی به زور بردنش اونجا، نمیخواست از ایران بره. بله و خیلی و در جریان صلح برای سازمان ملل رفت و خیلی دنبال سفیر سازمان ملل. نه دنبال اینه که دوستی بین ایران و اسرائیل و تا اونجایی که ممکنه بین ملت‌ها که واقعا با هم اختلافی ندارن. ملت‌ها هیچ اختلافی ندارن. ما هستیم همشون رو دوست داریم، هموطنان عزیز ما بخصوص... هستیم که زبان فارسی رو خود خارج از کشور زنده نگه داشتن. خیلی مهمه. به بچه‌هاشون فارسی یاد دادن. اینا خودش شنبه این هفته عید فطیره، عید پاسوور، عید آزادیه. آرزو می‌کنم اولا تبریک عرض می‌کنم به تمام یهودیان دنیا، خصوصا ایرانی‌ها، و بعد آرزو میکنم که این شروعی باشه واسه آزادی کارمون، زندگیمون، کشورمون، همه چیزا صلح و صفا باشه و دیگه ما اینقدر مشکلات نداشته باشیم. دو جو بروخیم، چقدر لطف کردی در برنامه شرکت کردی، مثل همیشه بسیار آموزنده، خیلی جالب. عمیانا خدافظی کنیم با شما، تشکر از ایسی و آقای امیر شهرتی عزیز.